برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. صمیمی به شما عزیزان، رسیدن بهار رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از شادی، سلامتی، دلخوشی، صلح و آرامش برای تک تکتون داشته باشین، شما و خانواده های عزیزتون. عزیزانم، در این برنامه امروز من که لایو نیستش، من میخواستم که با شما عزیزان راجع به زیبایی بهار، زیبایی زندگی و اینکه زندگی رو ما غنیمت بشماریم هر دمشو و واقعا ازش لذت ببریم رو صحبت بکنم. و بهار زیبا، همونطور که میدونید ایام نوروزه و من در استودیو خودم در شمال کالیفرنیا سعی کردم که این مقدار تم نوروزی رو برای شما عزیزان به ارمغان بیارم. عزیزان، در فرهنگ قدیمی و خوب ما که از هزاران سال پیش بوده، همیشه راجع به اینکه بهار روز نو هستش و ما چجوری نوروز رو که یک روز نو هست شروع بکنیم، از فلسفه زرتشتیان که همیشه فلسفه‌ای بوده که اگه سه تا اصلش رو به کار ببریم، همیشه مثل تمام فلسفه ها و ادیان دیگه به ما کمک میکنه که در زندگی بالانس و هارمونی داشته باشیم. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک و خونه تکونی هم یکی از چیزایی هستش که ما از عید نوروز به ارمغان بردیم. وقتی که راجع به خونه تکونی صحبت میکنیم که اینجا بهش اسپرینگ کلینینگ میگن، عزیزانم، دوستانم، خونه تکونی روحی، ذهنی، روانی و جسمی هستش و ما خیلی خوبه که هر سال که بهار آغاز میشه و کره زمین دقیقه اول بهار رو برای ما نشون میده و به ارمغان میاره در ایام نوروزی ما، خونه تکونی روحی و روانی و ذهنی و عاطفی مون رو بکنیم. چرا حالا من امروز میخوام که از نظر خودشناسی و خودسازی راجع به خونه تکونی صحبت بکنم؟ به خاطر اینکه الان عزیزان ثابت شده که ما اون چیزی که خوشبختمون میکنه و خوشبختیمون دست خودمون هستش. این دیگه توی علم ثابت شده و من به عنوان یک دونه لایف کوچ میتونم براتون یه چیزایی رو بگم. به عنوان یک لایف کوچ و یک مربی زندگی و یک پژوهشگر با شما صحبت میکنم از تحقیقاتی که میکنم و خودتونم عزیزان حتما این چیزایی که من میگم میدونید، ولی فقط یک تکراری میشه و یک دوره‌ای میشه برای همه ما که بیشتر بهش فکر بکنیم و اون رو در زندگیمون به کار ببریم. اولین اصلی که راجبش صحبت میشه که راجب سلامتی روحی و ذهنی ما و بدنی ما صحبت میشه و از کلیدهای خوشحالی و نشاط و موفقیت ما هستش، اینه که همونطور که بارها گفتم خودمون باشیم. به اون چیزی که دیگران از ما انتظار دارن و یا به ما تلقین شده فکر نکنیم. خودمون کار درست انجام بدیم با بینش و دانش، به خاطر اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو بسازیم. کار درست انجام بدیم و نگران قضاوت‌های دیگران نباشیم. عزیزان، همیشه با من کلاینت‌ها، مشتریان راجع به خوشحالی و خوشبختی میخوان صحبت کنن که خودسازی بکنن که چجوری آرامش و شادی داشته باشن. خوشحالی رو همونطور که همیشه گفتم باید در خودمون جستجو کنیم. با خودمون بودن، با داشتن هارمونی، بالانس و تعادل در داخلمون، در بدنمون، در فکرمون، در افکارمون و در رفتارمون باید انجام بدیم. رفتار ما عزیزان برگرفته تمام تلقیناییه که ما از بچگی، از اون زمانی که بچه بودیم و در دامن پدر مادرمون بزرگ شدیم به ما تلقین شده. باورهایی که در اجتماع به ما یاد دادن، در خانواده به ما یاد دادن، فرهنگ به ما یاد داده. پس بنابراین رفتارمون به غیر از این مقدار که ارثی هم هستش و ژنتیک هست که الان هم ثابت شده که مسائلی مثل عصبانیت، حسادت، یه خیلی چیزایی، یه صفتهایی، سخاوندی، خوشقلبی،
شادی یه مقدارش هم که ثابت شده که به غیر از این که عوامل خانوادگی هست و محیط هستش، اینها ژنتیک هم هست. در نتیجه ما باید تلقین هایی رو که به ما شده و رفتارهایی که ما بهمون یاد داده شده، اگر میخوایم که خودمون رو بهتر و خوشحالتر بکنیم، قسمتی از اونها رو عوض بکنیم. این رفتارها شخصیت ما رو شکل میده و شخصیت ما رو که شکل میده، کاراکتر ما رو شکل میده و زندگی ما رو و لحظه های ما و انتخابایی رو که ما در زندگی داریم همه رو با هم شکل میده. برای همینه که من آتوسا که سرتیفاید لایف کوچ هستم، اولین کاری که میکنم روی مشتریای عزیزم کار میکنم اینه که خودسازی بکنن و خودشناسی بکنن. خودسازی رو از خودشناسی که ببینن خودشون که چه چیزایی رو که میخوان عوض بکنن که باعث خوشحالی و شادیشون بشه. ما باید یاد بگیریم که هر طوری که میخوایم باشیم و وقتی که مشکلات یا افکار نادرست به ما رو میکنه و ما رو ناراحت میکنه، روش‌های مختلفی هست که ما میتونیم اونها رو در نظر بگیریم و از دست افکار بد، عادت‌های بدی که داریم راحت بشیم. در انگلیسی و اصولاً در فلسفه‌های مختلف، در عرفان، در خیلی خیلی از فلسفه‌های مختلف میگن که not this, not this. نه 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 نفی. یعنی تا وقتی که یه فکر بد اومد و یک عادت بدی رو که ما عادت داریم بهش اومد، باید اونقدر در لحظه عزیزانم حضور داشته باشیم و هوشیار باشیم که نفیش کنیم و انکارش کنیم و به خودمون تلقین کنیم که نه نه نه، این درست نیست، این کار درست نیست، این فکر رو نمیخوام بکنم، این فکر بد رو نمیخوام بکنم. اگه کسی باعث ناراحتیتون میشه، همونجا تو دل خودتون بعد به خودتون نفری یاد بگیرید و بگین که نه 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 نه. مشکلات همیشه وجود دارن. من کلاینت هایی دارم که بیماری های جسمی دارن و خیلی خیلی ناراحت هستن و وقتی که اومدن با من کار کنن گفتن که من این بیماری اون بیماری رو دارم و متاسفانه بیماری هایی هستن که خیلی سخت هستن و یه مقدار باعث میشن که آرامش آدم ها از بین بره و ناراحتشون کنه. جواب من بهشون چیه؟ جواب من بهشون اینه که و کارهایی که من میکنم که در هر موقعیتی، در هر سختی، در هر چیزی، در اوج هر بیماری باز هم میتونیم راه های بهتری رو انتخاب بکنیم. بعضی از مشکلات از بین بردنی هستش که با همت و پشتکار و شجاعت باید از زندگیمون یه چیزای بدی رو حذف بکنیم و چیز رو که باعث بد بودن ما میشه بذاریم کنار. بعضی چیزا که خیلی سخت هستش باید قبول بکنیم، مثلا بیماری یا یک اتفاقی که میفته باید قبول بکنیم، ولی در همون چارچوبش هم میتونیم کاری بکنیم که بدتر و بدتر نشه و بهترین وجهی که در اون چارچوب وجود داره عمل بکنیم برای بهبود خودمون. و همچنین عزیزان باید اینو در نظر بگیریم که زندگی و دنیا فقط در ما خلاصه نمیشه. همیشه از اون کسی که بد آورده و ناراحتی داره بدتر وجود داره در همه جای دنیا و بهتر هم وجود داره. همیشه از هر بدتری قبول کنیم که بدتر هم میتونه باشه و اگرم خیلی خیلی همه چی بر وفق مراد ما هست، باید یادمون باشه که همیشه اینطوری نیستش و ما خوشحال باشیم، شکر کنیم، ولی زیاد بهش نچسبیم، زیاد بهش عادت نکنیم که اگر یک چیزی شد، یک اتفاقی افتاد و به اصطلاح ما ایرانی‌ها دری به تخته خورد، یه چیزی شد، یه ناراحتی پیش اومد، دیگه فوری انقدر به چیزای پرفکت عادت کرده باشیم که آرامش خودمون رو از دست بدیم و یک بادی به هم بریزیم. در نتیجه وقتی که ما فلسفه زندگی رو بدونیم که زندگی هیچ چیز پرمننت نداره و همیشه در حال تغییر هست، همطور که دنیا در حال تغییره، فضا در حال تغییره، بد و خوب اون طوری که اشخاصی رو که اینو نمیدونن بالا پایینشون میکنه و در همشون میشکنه، ما رو نمیتونه در هم بشکنه و بالا پایین بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونیم که همیشه تو این کره خاکی از ما بدتر و بدبختر و ناراحت‌تر وجود داره و اگه خیلی خوشحال هستیم که انشالله هممون خوشحال باشیم، از ما بهتر و بهتر هم وجود داره. پس به زندگی اعتباری نیست و نباید
دلمون رو خیلی خوش کنیم که حالا من همه چیم پرفکته، اگه کوچکتر اتفاقی افتاد آرامشمون به هم بخوره، یا همچنین ناراحت این باشیم که این اتفاق چرا برای من افتاده، چرا برای من افتاده، برای یکی دیگه نیفتاده، چرا این بیماری برای من بوده برای یکی دیگه نیست، چرا برای من این چیزا پیش میاد. نه، شما از دیگران خبر ندارین، در اینکه در یک جای دیگه دنیا چه اتفاقی برای یک کس دیگه داره میفته از اونم خبر نداریم. در نتیجه سعی کنیم در هر موقعیتی بهترین رو که میتونیم با آرامش داخلی خودمون در اون صورت که برامون امکان داره انجام بدیم و در هر موقعیتی سعی کنیم که بهترین باشیم. یادمون باشه که سخت نگیریم در هیچ موقعیتی، سعی کنیم که قصه زیادی نخوریم، چون همونطور که خوبیا میاد و میگذره بدی ها هم میاد و میگذره و هیچ چیزی پایدار نیستش. حالا از آن چیزی که من میخواستم به شما بگم که همه میگن که خوشبختی و خوشحالی چیه که یک کلید نیست که درشو باز بکنیم، اینه که ما در خودمون در زندگیمون هماهنگی و صلح و آرامش با خودمون و با دیگران و دورورمون و با آفریدگارمون با خودمون داشته باشیم. یکی از راه‌های رسیدن به آرامش برای هر کسی فرق میکنه. یکی از راهاش نماز پرینگه که همون نماز قدیمی خودمون هم در هر دینی که همه داشته باشیم الان ثابت شده که یک نوع مدیتیشنه. من یادمه که در قدیم کسایی که نماز میخوندن در ایران اعتقاد داشتن به آرامش و به خدای واقعی. وقتی که وقت نمازشون بود میرفتن نمازشون میخوندن، میامدن خوشحال و هپی، با همه با اعتقادشون همه چی براشون آسان تر بود. در بعضی ها یوگا هستش، در بعضی ها مدیتیشن های مختلف در مکتب های مختلف هست. چجوری مدیتیشن مکتب های مختلف هست، ولی بیشترینش برای اینه که انسان با خودش تنها باشه، به ضربان قلبش، به نفسهاش گوش بده و بعد دنیای درون خودش بره و در خودش هماهنگی و آرامش پیدا کنه. اون هماهنگی و آرامش اون خیلی خیلی برای ما همه مهم هستش. اون یکی از راه‌های تمرین حضور ذهن، هوشیار بودن، خودشناسی و سلامت وجود داره. از آن تمام بیماری‌ها تمام از ذهن ناآرام و مخشوش همه‌شون به وجود میان و تقویت میشن. درسته که جن خیلی مهمه، محیط زیست خیلی مهمه، غذایی که میخوریم خیلی مهمه، ولی در تحقیقاتی که من کردم میدونین که اینا همه تحقیقه و وقتی که راجع به یه چیز تحقیق کنین هزار تا نظریه میاد. اون چیزی که من قبول دارم و نظریه‌هایی که من خوندم اینه که همونطور که میدونید عزیزان، بدن انسان‌ها بیشتر از ما از آب تشکیل شده. بیشتر بدن ما، بیشتر از اون حجمی که برای استخون و گوشت و وجود ما هستش، از آب تشکیل شده و آب یک چیز ترانسفره، یعنی یه چیزی که هدایت میکنه، همه چی رو کری میکنه، جریان پیدا میکنه. و وقتی که ما افکار ناراحت داریم، وقتی که ما سعی میکنیم که همش راجع به یه چیزی ناراحت باشیم، به همه چی کار داشته باشیم، به همه کس کار داشته باشیم، قصه همه چی رو بخوریم، زندگی رو سخت بگیریم، این انرژی منفی که ما داریم در بدن ما به خاطر اینکه بیشتر بدن ما از آب تشکیل شده، در آب، در خون حرکت میکنه و این حرکتش برای همین از همه جای بدن به همه جای بدن میره. برای همینه که خیلی از ناراحتی‌ها خیلی خیلی خیلیشون از راه روح و روان به بدن میشه. دیدین که وقتی یک روز سختی رو دارین سرتون درد میگیره، یا بعضیا قلبشون درد میگیره، بعضیا گردن و پشتشون مثل من درد میگیره، و اینا همه به خاطر اینکه همه اینا از نظر روحی و روانی این انرژی های بد، این نگرانی ها وارد قلب ما میشه، وارد جریان خون ما میشه، وارد تمام بدن ما میشه و به گردش در میاد. برای همینه که ذهن آرام و بدن آرام خیلی خیلی بر سلامتی ما مهمه. اصولا از آن اگه دقت کرده باشین، آدم های خوشبین و مثبت، آدم های پر انرژی، آدم هایی که همیشه سعی میکنن که به دیگران خوبی کنن، کامپلیمنت بدن، تشویق کنن، اونا معمولا سرحالن، انرژیشون تموم نمیشه، هر کاری که بکنن خسته نمیشن و دیپرشن نمیگیرن. به خاطر همین افکار هستش.
پس یادتون باشه که وقتی که افکار و چیزای منفی بهتون میاد، اندیشه های نادرست میاد، احساسات بد میاد، کسی شما رو ناراحت میکنه، به اون فرم و شکل ندین و وارد اون بازی روحی و روانی نشین که اعصابتون رو خرد بکنه. نفی و انکارش کنین. در کتاب کاترین پاندرز می نویسه که یکی از مهمترین چیزا نف و انکاره، یعنی که اینجام توی فلسفه و عرفان میگن که not this, not this, not this. بعضی از فلسفه ها میگن no, no, no. ذهن رو استاپ میکنن، بلاک میکنن، نمیرن اونجا که بی خودی همیشه میرفتن که فکر بکنن و عصبانیت داشته باشن. اینو میخواستم باهاتون در میون بذارم. پس یادتون باشه عزیزان که در این روز بهاری، در این ایام بهار، خونتکانی ذهنی و عاطفی و محیطیمون رو بکنیم. میخوام با اینکه معمولا بیشتر از تغذیه صحبت نمی کنم، ولی چون این دفعه کال ندارم و وقت دارم، میخوام عزیزان براتون از خونتکانی خونتون شروع کنم. بله، خونتون. میدونیم که در علم فنگشوی تقریبا ثابت شده که انرژی در خونه ما، در فضایی که زندگی می‌کنیم، در حال چرخشه. برای همینه که خیلی از آسیایی‌ها، چینی‌ها، خیلی براشون مهمه که مثلا 5 تا چیز بیشتر روی میز نذارن. گلشون کجا باشه؟ در خونه کجا باشه؟ شلوغ پلوغی زیاد در خونه و به هم ریختگی خونه انرژی محیط زیست شما رو استاپ میکنه، محیطی که زندگی میکنی استاپ میکنه. من خودم خیلی 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 به این عقیده دارم. من همیشه سعی میکنم که میزم بیشتر از چند تا 5 تا 4 تا چیز روش نباشه. میز نهارخوری یا میز کافی تیبلم، گل تازه، رنگای زیبا، شلوغ پلوغی خونه، هر جا که هی نگاه کنی یه اسباب ببینی، یه موب ببینی، یه چیزی ببینی، یه چیزی ببینی، خلق آدم رو تنگ میکنه. واقعا علم فانگشوه خیلی مهمه. پس بنابراین بیاین در این بهار خونه تکونی کنیم، چیزای زائدمون رو بندازیم دور. باور کنین عزیزان که وقتی شما این کارو بکنین، خودتون میبینین که چقدر حالت بهتری بهتون دست میده. هر چی که نمیخواین قانونشه. هر چیزی که شما یک سال استفاده نکردی، معمولا آمریکایی‌ها میگن که 3 ماه، ولی حالا برای ما ایرانی ها هر چیزی که ما یک سال استفاده نکردیم، چه از لباس باشه چه از وسایل خونه باشه، باید بدیم به خیریه. باید بدیم به خیریه هایی مثل سرطان، کانسر سوسایتی، شلترهای خانوما، زنهای کتک خورده و ابیوز شده که با بچه‌هاشون زندگی میکنن، لباسا، اسبابای خونه، بدین بره، نگه ندارین. چون هرچی بیشتر نگه دارین، انرژی منفی رو در خونتون نگه میدارین. همچنین یک جسم، یک مال، یک چیزی که جنسی که شما از کسی بخواییم به زور گرفته باشین، حالا توی یک آکشنی باشه، یه جایی که بخواییم بخرین یا چیزی، اون انرژی بد رو براتون میاره. برای همین بعضی هستن که از اجناس یوزدی که غصب شده یا به کسی گرفتن استفاده نمی کنن. پس یادتون باشه که خونه تکونیه اونو انجام بدین، اسپین کلینینگ، خونت رو تمیز بکنین، گلای قشنگ بذارین. گلای مصنوعی رو من میندازم بیرون، مرده است. وقتی اینقدر گلای ارزون و قشنگ تو آمریکا وجود داره، چرا ما بخوایم بریم گلای مصنوعی بخریم؟ هی خونمون رو پر از گل بکنیم فقط برای اینکه نمیخوایم آب بدیم، یا اینکه بخوایم یه ذره بیشتر خرج بکنیم. بعد از خونه تکونی محیطیتون که کردین، رسیم به خونه تکونی بدنتون. بدن ما، الان همه ما میدونیم که با دکترای زیادی که تو ماهواره هستن، با چیزایی که میخونیم، هممون میدونیم که we are what we eat. ما اون چیزی هستیم که میخوریم. اگر موادی رو استفاده میکنیم که پروسه شده، یعنی سرخ شده، تو قوطیه، یک عالم رنگ داره، پرزرواتیو داره، اسانس داره، از هر من یادتون باشین که ما همیشه باید به تکاملمون فکر بکنیم که از کجا آمدیم، بدن ما چجوری ساخته شده. اگر ما بتونیم مواد تازه رو بدون اینکه سرخ شده باشه، بدون اینکه رنگ و اسانس و پریزرواتیو داشته باشه مصرف بکنیم، به بدن خودمون خیلی خیلی لطف کردیم. سعی کنیم چیزامونو خودمون بکاریم. اگه تو خونه زندگی میکنیم، تو این دور زمونه که همه چی سم داره و همه چی مواد داره، سعی کنیم که خودمون سبزیات خودمون رو بکاریم. باور کنین زیاد سخت نیست. اونایی که عزیزانی که تو آپارتمان زندگی میکنن، میتونن تو بالکنشون گلدون خاکای انقدری، من دیدم دوستانی که تو آپارتمان خاک گذاشتن، گلدون گذاشتن و گوجه فرنگیشون رو میکارن، سبزیاشون رو میکارن، خیارشون رو میکارن،
بادمجانشون میکنن و خلاصه توی بالکنی خودشون سبزیجات تازه دارن، چون سبزیجات و میوه ها رو باید واقعا توی دایتمون بذاریم، چون همشون انزایم دارن و به سلامتی ما کمک میکنن. من تخصصم تغذیه نیست، ولی چون که لایف کوچ هستم با خیلی ها هم راجع به سلامتیشون کار میکنم و با اجازه دکترتون با همه کار رو انجام بدین. اینا همه پژوهشه. اگر دکترتون اجازه میده، دکتر خود من به من گفته که برای اینکه در آینده از کلسترول جلوگیری کنم رد رایس یست بخورم، یعنی یست برنج قرمز. دکتر من خودش به من گفته که ترمریک خیلی مهمه، زردچوبه عزیزان ضد تورم، جینجر روت، زنجبیل، اینا همه چیزایی هستن که اگر ما به اجازه دکترمون توی دایتمون جا بدیم سلامتی خودمون تضمین میکنیم. کرفس از اون چیزایی که سلامتی ما رو تضمین میکنه که در دایتمون در هفته باشه، حالا یا خورشش رو میخواین درست کنین یا خامش رو بخورین، هرچی که خودتون میدونین و دلتون میخواد، یا آبش رو بگیرین صبح یا پورش کنین تو این دستگاه ها. کرفس بامیه که ضد کلسترول هست و چربی رو به خودش میگیره، این چیزایی که برای خانوما هم خیلی خوبه. کرنبری که یونری ترک اینفکشن، یعنی انفکسیونایی که در مثانه و کلیه و اینا هست جلوگیری میکنه. نه اینکه آب کرنبری که آب شکر خالیه، اون اسرش رو که تلخ هم هست، ولی میتونیم یه قطره توش آگاوی یا یه چیزی بریزیم که شیرین بشه. پس در نتیجه از آن سعی کنیم سالم زندگی بکنیم، مواد رو از مارکت بخریم، چون میخوایم راجع به خونه تکونی ذهنی و عاطفی و محیطیمون داریم صحبت میکنیم. زردچوبه، زنجبیل، چیزایی که باید تو دایت ما باشه، اوکرا، گوجه فرنگی برای آقایان که گفتم که اگه بتونین خودتون، اگه ارگانیکش هم گرون هستش، توی حیاتتون یا توی بالکنیتون بکارین. یک نوع عسلی هست به اسم هانوکا هانی که از زنبورهایی که گلهای تیتری رو میخورن، گل تیتری گلهایی هستش که ضد عفونی کننده است. در استرالیا این زنبورا رو به جای اینکه برن گلای عادی رو بخورن، این تیتری، این گیاه و این گل رو میخورن و اثر انتیسپتیک داره، یعنی ضد عفونی کننده. این عسل رو اگر ما با اجازه دکترمون البته هر روز صبح خالی یه قاشق بخوریم، گفته شده و ثابت شده به خیلی از دوستان که تمام زخمای درونمون رو در داخل هیل میکنه و بر سلامتی ما خیلی خیلی مهمه. همچنین لحظان اون چیزایی که به بدنمون میزنیم اونام خیلی مهمه. الان در مارکت کرمایی هستش که تمام اسانس داره، پارافین داره، عطر داره و واقعا به خانوم ها هم خیلی ضرر میرسونه، چون از راه منفذای پوست به قدرت لنفاوی میره و بعد به خون میره و اینا عطر و اسانس و بوشون و مواد شیمیاییشون باعث سرطان سینه ثابت شده در اروپا. اینجا مقدار میخوان که به خاطر بیزنس و فارماسیتیکال کامپانیا، به خاطر اینکه همه چی بیشتر روی اقتصاد و پول هستش، خیلی از ریسرچ ها اروپایی هستش و ثابت شده که این کرم هایی که ما میخریم و به خودمون میزنیم وارد بدنمون میشه. این مام زیر بغل که خیلی از ما خانوما استفاده میکنیم یا آقایون که توش آلومینیوم داره و پروبین داره، اینا همه مواد تاکسیکه برای بدنمون. ما وقتی که میخوایم که در این بهار بدنمون رو دیتاکسیفای بکنیم، غذاهای خوب بخوریم که اسمشو به شما گفتم و خودتونم حتما میدونیم، باید بدنمون رو از کمیکال ها هم تمیز بکنیم. روغن نارگیل بهترین روغنیه که ما وقتی که پوستمون خشکه از حمام میایم یا هر روز به بدن خودمون بزنیم. اگر میخواین که بوشو دوست نداریم، بعد از چند دقیقه بوش میره. خب و روغن نارگیل هم باید آن بلیچ باشه، یعنی سفید سفید نباشه، بلیچ نشده باشه، آن فیلترد باشه و کولد پرس باشه. این رو میتونین از مغازه های طبیعی بخرین، باور کنین که ارزششو داره. ویتامین ای طبیعی استفاده کنیم. شامپو رنگ موهایی رو که استفاده میکنیم مواظب باشیم که تا اونجایی که میتونیم مواد کم داشته باشن و اسانس و رنگ و سرب توشون نباشه. خیلی خیلی از آن مهمه که ما چه زن چه مرد به خودمون برسیم. ما الان در دنیای زندگی میکنیم که همه چی کمیکاله،
حتی لباس خوابی که میخوایم بپوشیم بعد مواظب باشیم که شب از کتون خالص باشه که بدن ما اکسیژن بگیره. خیلی مهمه غذاهایی رو بخوریم که در سلولهای ما اکسیژن ایجاد کنه، چون آماری که استنفورد گرفته برای سرطان سینه، اکثر ویتامین دی بدن کم بوده، اکثرا نه تنها ویتامین دیشون کم بوده بلکه به بدنشون اکسیژن، به سلولهاشون اکسیژن نمیرسته. از غذاهایی استفاده کنیم که اکسیژن زا برای خوردن ما باشه و مواد ضد عفونی کننده رو سعی کنین عزیزان در خونه استفاده نکنین، از جوش شیرین استفاده کنین یا توی مارکت الان اسپری های اومده که نوشته نچرال که باز مواد بهتری از اونی که هست باز بهتره. خب با اینکه میخواین همه چیز سفید باشه، به فکر سلامتتون هم باشین. با جوش شیرین، سرکه، با اسپری هایی که حتی میتونین از گروسری یا بخرین، بلیچ و اینا رو کم بکنین. این کارا خیلی، همه اینا باعث سلامت روحی و جسمیه. عقل سالم، روح سالم در بدن سالم. قربونتون عزیزان من، من اینا رو با عشق برای شما میگم، برای اینکه من برام خیلی مهمه که این 10 سالی که کارهای تلویزیون انجام میدم و کوچینگ میکنم، از خلوص قلبم این کارو میکنم، نه به خاطر چیز دیگه، چون نه با کمپانی دارم، نه اسم کمپانی رو میگم، نه هیچی، ولی میخوام که اینو بدونید که این خونه تکونی ها رو بکنید و غذاتون هم خیلی خیلی مواظب باشین. خود تکونی ذهنیتون هم خیلی خیلی مواظب باشین. چرا عزیزان؟ برای اینکه ما، مغز ما همطور که میدونین مثل کامپیوتره، یعنی کامپیوتر رو از مغز ما میسازن عزیزان من، از مغز ما میسازن و برای ما خیلی مهم هستش که چجوری همطور که یک کامپیوتر رو پروگرام میکنن، که پروگرام با پروگرام فرق میکنه. شما خودتون خیلی کامپیوتراتون میبینین که اپ ها، پروگرام ها، یعنی چی. در نتیجه مغز خودمون رو قدرت داشته باشیم که پروگرام درست بکنیم، مثل کامپیوتر برنامه‌ریزی مثبت بکنیم. زندگیمون رو انقدر با کارهای مثبت و افکار مثبت و کارهای مختلف، چه اون چیزایی که برای ما پول بسازه، چه چیزایی که افتخاری باشه و برای خیریه و برای دل خودمون، برای کمک به هم‌نوعامون، کمک به حیوانات انجام میدیم، انقدر پر بکنیم که در زندگیمون جایی برای ناراحتی و دیپرشن و بیکاری و افکار بیخود نباشه. اگر میخواین که خوشحال باشین، که همیشه به من تلفن میکنین و میگین که همش راجع به این موضوع صحبت کنم که منم سالهاست دارم صحبت میکنم، خواهش میکنم که تصویر ذهنی خودتون رو عوض بکنین. دست خودتون هست، برای خودتون تصویر دیگه بسازین. بشین در حالت مراقبه و مدیتیشن، چشماتون رو ببندین و مجسم کنین که شما میخواین چه تصویری، چه ایمیجی از خودتون به بیرون، به اجتماع، به فامیل، به دوستاتون و به خودتون بدین. اون تصویر چیه؟ روی اون تصویر ذهنی که میخواین که برای خودتون بسازین کار کنین. اون تصویر ذهنی یه آدم مثبته، یه آدم پر انرژیه، یه آدم خوشحاله، یا یک آدم بهانه‌گیره، یک آدم ناامیده، یک آدم وارفته‌ایه، یا یک آدم اکتیویه. میتونین تصویر ذهنیتون رو در هر سنی عوض بکنین. مهم نیست، نیام به من بگین که من دیگه اینقدر سالم شده، دیگه از من گذشته، من دیگه اینطوری اونطوری اونطوری شده. من قبول نمی‌کنم. همونطور که مشتریای من در شمال کالیفرنیا و در همه جای دنیا میدونن که من قبول نمی کنم. تو مقاله های پژواک هم می نویسم همیشه جای تغییر و بهتر شدن وجود داره. هیچ وقت دیر نیست. در هر شرایطی، در هر جایی و در هر موقعیت زندگی، خودتون افسار زندگی خودتون رو دستتون بگیرین. با دانایی، با فهمیدگی، با حس خوب، با فکر، با خودسازی، افسار زندگی خودتون رو به هیچ کس به غیر از خودتون ندین. خودتون ناخدای کشتی زندگی خودتون باشین و اون تصویر تازه رو، شاد رو، با چشمان بسته در حالت مدیتیشن با نفسهای عمیق به خودتون تلقین کنین. اگر به این دنبال مدیتیشن تو کلاس‌های یوگا، کلاس‌های فلسفه، عرفان، هر چیزی که دوست دارین برین، معمولاً بهتون یه مانترا میدن، یعنی یه کلمه رو میدن که اون رو در مغز خودتون اولش
بارها بارها به تندی تکرار میکنین، در هر فلسفه هم یه جوره، تا وقتی کم 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 اون رو یواش میکنین، مثل یه چیز تند و تند و بلند به چیز یواش 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 یواش، و اون وقت ذهن خودتون رو با بدن خودتون آروم میکنین و شما نمیدونین که این چقدر روی روحیه شما و سلامت شما کار خواهد کرد. و برید دنبال این کار، خیلی 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 مهمه که چجوری این کار رو انجام بدیم. پس عزیزان، در اینجا ما خونه تکونی محیطیمون رو کردیم، خونه تکونی بدنیمون رو کردیم، تو خونه تکونی ذهنیمون هم کردیم. با شهامت و با محکم بودن چیزایی که تو زندگیتون به شما هیچ فایده‌ای نرسونده، بازیایی که تا حالا داخلش بودین و هیچ منفعتی براتون نداشته و فقط ذهن شما رو پریشان کرده، نبگین و دیگه بازی نکنین. Don't play that game. حالا هر گیمی که هست، توی یک رابطه هست، توی کار، توی کارهای عادتهایی که هر روز خودتون دارین برای خودتون انجام میدین، هر چیزی که باعث میشه که شما رو از خود واقعیتون دور کنه، شما رو از اون شخصیتی که میخواین دور بکنه و از شما یک انسانی بسازه که داره تحمیل میکنه همه چی رو، از خودتون دور کنین. بله سخته، راهاشو بهتون گفتم، خیلی سخته، طول میکشه، از اینکه کمک بگیرین اگه نمیتونین بکنین و انجامش بدین. وقتی که میدونین که یه جایی میدین که باعث ناراحتی ممکنه بشه، یه نفری ممکنه یه چیزی بگه یا یک خبری میشه، قبل از که برین، بیرین تو آینه وایسین. این یکی از تکنیک هایی هست که من به مشتریانم یاد میدم، به این تو آینه وایسین و به خودتون بگین که، به خودتون بگی که من وقتی که میرم اینجا عصبانی نخواهم شد، من وقتی که هرچی بشه صحبت نخواهم کرد، حرف نخواهم زد، عصبانی نخواهم شد. یا اگه اصلا حرف نمیزنین و دلتون میخواه حرف بزنین، بگین که من اظهار نظر میکنم. به آرومی با تون خوب، صدای خوب و با آرومی و با مهربونی. وقتی که ما تونمون رو درست بکنیم، کلماتی رو که به کار میبریم، به جای اینکه افترا و تهمت و نیش کنایه و تلخ و ناامیدی باشه، مثبت باشیم، همه چی دور و برمون میشه. دوباره میگم، تغییر رو از خودمون شروع کنیم. وقتی ما تغییر رو از خودمون شروع بکنیم، در این بهار و این سال نو تاثیر اون رو هم در دیگران هم خواهیم دید. در اینجا عزیزان، من میخواستم براتون یک شعری بخونم که بهار رو باور کن رو میخوام براتون بخونم، به خاطر بهاری که شده، و بعد ازتون کم کم خداحافظی میکنم، چون تمام متریال، تمام چیزایی که میخواستم بهتون بگم تقریبا گفتم. یادتون باشه که هرچی که ما هستیم نتیجه افکار ماست و اینو همیشه یادتون باشه، و تصویر رو از خودمون نشون بدیم که دوست داریم نشون بدیم و به اون برسیم، با مدیتیشن، با تغییر دیدگاهمون، با اینکه آدم منصفی باشیم و در شرایطی باشیم که به هیچ کس ضرری نرسونه ولی برای خودمون باشه، به اون برسیم. حالا میخوام براتون شعر بهار رو باور کن رو بخونم عزیزانم، از فریدون مشیری. باز کن پنجره ها، باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. همه چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند، کوچک پارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده است. باز کن پنجره ها را ای دوست، هیچ یادت هست که زمین را آتشی وحشی سوخت، برگ ها پژمردند، تشنگی با جگر خاک چه کرد، هیچ یادت هست توی تاریکی شبهای بلند سیلی سرما با تاک چه کرد، با صرف سینه گلهای سپید نیمه شب باد غضبناک چه کرد، هیچ یادت هست. بله عزیزان، تو زندگی ما همه اتفاقات خوب و بد میفته و میگذره. باز بکنیم پنجره رو و به دنیا سلام بکنیم و در این بهار
خونتکونی ذهنی، روحی و جسمی بکنیم. لحظات بد گذشته رو عزیزانم به خاک بسپاریم، چون مردن و گذشتن در گذشتن. باور کنید سپیده را، صبح را، آفتاب را، رویش سبز جوانه های بهاری را. از حال به آینده باید پلی زد. از حال به آینده باید پلی زد. چشم نوازشگر فردا منتظر توست. یادمون باشه که همه ما قادر توانا هستیم و فقط اون قدرت و توانایی و عشق رو که هستی به ما داده و خدا به ما داده و ما قسمتی از اون هستیم از درونتونیم بیرون بیاریم و شاد باشیم و برای ما آفتاب که عشقش رو بدون هیچ شرط و شروطی هر روز ایثار ما میکنه، باد و باران و طبیعت همه قسمتی از چیزهای الهی هستن که ما باید بهشون باور داشته باشیم و مثل اونها زندگی بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. در این بهار و در این نوروز بهترین های خداوند و عالم هستی رو برای همه شما آرزو میکنم و آرزو میکنم که همه در امنیت، صلح، شادی و برکت و موفقیت و مهمتر از همه سلامتی زندگی کنیم و همچنین برای هموطنانم در ایران امنیت و خوشحالی آرزو میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون و بهارتون خوش. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.